به پشت به روی زمین دراز میکشیم. پاها رو فعال و جفت کنار هم قرار میدیم. یه بازدم میکنیم، پاها رو میاریم روی شکم، لگن رو به چپ و راست حرکت میدیم و از بند کمک میگیریم برای انجام این حرکت. قلاب بند رو طوری اندازه میکنیم که وقتی بند رو پشت بالشتک پا انداختیم و با دست گرفتیم، سرشونه ی دست راست روی زمین قرار بگیره. پای چپ رو هم روی زمین صاف و کشیده قرار میدیم. پای راست رو به آرومی به سمت زمین میکشیم. میتونیم دست چپ رو روی تاج لگن چپ قرار بدیم و به زمین فشارش بدیم. آرنج دست راست روی زمینه. پای چپ صاف و کشیده، پای راست هم زانوش کاملا صافه. لبه بیرونی پای راست بهتره که موازی زمین باشه و کمی از زمین فاصله داشته باشه. وضعیت سوپ تا پاد انگشت شماره 2 موجب انعطاف عضلات کشاله های ران، انعطاف مفصل لگن و خون رسانی به مفاصل لگن، التیام درد سیاتیک و کمر میشه. کسانی که فتخ کشاله ران دارن یا تو مفصل ران به لگن مشکل دارن و خانم هایی که توی دوره قاعدگی هستن، بهتره که این وضعیت رو انجام ندن. بعد از مکس کافی پا رو بالا میاریم، بند رو رها میکنیم و استراحت میکنیم و آماده میشیم برای انجام تمرین با سمت چپ. یوگای سینا، یوگای جامعه.